سرخط خبرها، اقدام تازه احمد مسعود بالای طالبان. طالبان یک نظامی پیشین را پس از اخراج از ایران بازداشت کردن. حامد کرزی امریکا رفت. متقی: طالبان در مبارزه با داعش و مواد مخدر موفق شدن. شرکت برشنا برای ساخت میتر با یک شرکت چینی قرارداد 2.7 میلیون دلاری بست. و مکال: اشرف غنی فرار کرد و مردم خود را تنها گذاشت. با یاد خدا به مجموعی مهم این کانال خوش آمدید. لطفاً تا آخر این ویدیو با ما باشید. طالبان یک نظامی پیشین را پس از اخراج از ایران بازداشت کردند. منابع محلی در پنجشیر از بازداشت یک نظامی پیشین توسط طالبان در مرز اسلام قلعه هرات خبر می دهند. منابع روز یکشنبه 13 جوزا به روزنامه 8 صبح تایید می کنند که طالبان این نظامی پیشین را از 10 روز به این سو زندانی کردند. این نظامی پیشین سعادت خان مشهور به بابا خان نام دارد و پس از رد مرز شدن از ایران بازداشت شده است. سعادت خان باشنده اصلی روستای انابه، ولسوالی انابه پنجشیر است و عضو پلیس ترافیک و حکومت پیشین بود. خانواده این نظامی پیشین در حدود 2 هفته گذشته موفق به دیدار او در زندان طالبان نشدند. طی 2 هفته گذشته این دومین باشنده پنجشیر است که از سوی طالبان بازداشت می شود. حامد کرزی امریکا رفت. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان برای شرکت در مراسم جنازه برادرش قیوم زاکر به ایالات متحده امریکا سفر کرده است. منابع به رسانه ها گفتند کرزی روز دوشنبه 14 جوزا در مراسم جنازه و فاتحه برادر بزرگ خود در میرلند حضور خواهد داشت. بر اساس اطلاعات رسیده به رسانه ها، آقای کرزی شام یکشنبه 13 جوزا به ویرجینیا رسید و روز دوشنبه 14 جوزا برای شرکت در مراسم تفدین به میرلند رفت. مراسم جنازه قیوم کرزی دوشنبه در آرامگاه فردوس و مراسم فاتحه در مسجد جامع ترکش در میرلند برگزار می شود. به گفته منابع، کرزی برای 3 روز در ایالات متحده آمریکا خواهد ماند و بعد از مراسم تفدین به آلمان برخواهد گشت. رئیس جمهور پیشین افغانستان از 31 جوزا به این سو برای درمان چشم خود در آلمان به سر می برد. قیوم کرزی برادر بزرگ حامد کرزی شب چهارشنبه 19 جوزا در ایالت میرلند امریکا درگذشت. متقی: طالبان در مبارزه با داعش و مواد مخدر موفق شدند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان در دیدار با ایت اندونزیایی گفته که این گروه در مبارزه با داعش و مواد مخدر موفق شده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان روز یکشنبه 13 جوزا با نشر خبرنامه‌ای در صفحه ایکس از دیدار متقی با یک ایت اندونزیایی بر ریاست محمد یوسف کالا معاون پیشین ریاست جمهوری و رئیس لال احمد و شورای مسجدهای این کشور خبر داده است. تکل افزوده که این ایت برای بررسی وضعیت افغانستان به کابل آمده است. از جانب متقی در این دیدار گفته که بستر سرمایه‌گذاری در عرصه‌های معادن، انرژی، برق، جاده‌سازی، کشاورزی در افغانستان فراهم شده است. وی خواستار گسترش رابط با کشورهای آسیای جنوب شرقی شده و افزوده که افغانستان به دلیل موقعیت استراتژیکش زمینه گسترش رابط تجارتی و ترانزیتی آسیای مرکزی و جنوب را فراهم کرده است. به گفته متقی، طالبان با کشورهای منطقه روی پروژه های کاسا 1000، تاپی و افغان ترانس کار میکنند. در همین حال، رئیس لال احمد و شورای مسجدهای اندونزیا نیز گفته که کشورش در بخش صحت و همچنان ارائه بورسیه های تحصیلی با افغانستان آماده همکاری است. اقدام تازه احمد مسعود بالای طالبان. جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ادعا کرده که 2 جنگجوی طالبان را در شهر کابل کشته است. این جبهه با انتشار خبرنامه ای نگاشته است که نیروهایش ساعت 9:21 شنبه شب 13 جوزا بر یک محل بازرسی طالبان در سایه وسیل آباد از مربوطات حوزه 7 امنیتی شهر کابل حمله کردند. بر پایه ادعا در این حمله یک جنگجوی دیگر طالبان زخمی شده است. در خبرنامه آمده است
در این عملیات به نیروهای جبهه مقاومت و افراد ملکی هیچ گونه آسیبی نرسیده است. در همین حال، جبهه مقاومت بر ادامه حمله هایش بر طالبان در نقاط مختلف کشور تاکید کرده است. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. شرکت برشنا برای ساخت میتر با یک شرکت چینی قرارداد 2.7 میلیون دلاری بست. شرکت برق‌رسانی برشنا اعلام کرده که برای ساخت میترهای برق با یک شرکت چینی قرارداد بسته است. طبق خبرنامه برشنا، این قرارداد به ارزش 2.7 میلیون دلار روز دوشنبه 14 جوزا میان ملا محمد حنیف حمزه رئیس عمومی جوی این شرکت و نماینده شرکت چینی ساخت میتر عقد شده است. طبق این قرارداد، شرکت چینی حدود 150 هزار میتر یک فاز و 3 فاز میوری ساخته و به افغانستان مفرستد. پیش از این، مردم میترهای برق را از بازار آزاد خریداری میکردند که به گفته شرکت برشنا، قیمت آن به تناسب آنچه پس از این قرارداد فروخته میشود خیلی بالا بود. شرکت برق گفته است، میترهای کمپنی متذکره طبق معیارهای شرکت برشنا ساخته میشود و در بخشهای اصلاح و توسعه شبکه از آن استفاده خواهد شد. این قرارداد در حال امضا میشود که شمار از ولایات کشور، به ویژه کابل، با پرچوی های برق مواجهن و پایتخت برای ساعت متوالی در تاریکی به سر می برد. مکال اشرف غنی فرار کرد و مردم خود را تنها گذاشت. در ادامه انتقادات مقام های امریکایی از اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا می گوید اشرف غنی فرار کرد و مردمش را تنها گذاشت. مکال در گفتگویش با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرار کرد و مردم خود را تنها گذاشت. مکال همچنین با زلنسکی گفت شما یک رهبر واقعی و شجاع هستید. اشرف غنی فرار کرد. این در حال است که این مقام آمریکایی همواره از خروج نیروهای این کشور و حکومت اشرف غنی انتقاد میکند. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پیش از این بارها گفته بود که خروج مرگبار و پرحرج و مرج و فاجعه باری این کشور از افغانستان به عنوان لکه بر سیاست خارجی ایالات متحده برای نسلها باقی خواهد ماند. سپاس که تا اینم با ما بودید. کافیه چینل رو سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه ایتان.